ترضى اختك تنولي بالحراير تبتلي بالحراير تبتلي شد جاوب الناس واويلا واويلا يا عباس واويلا واويلا يا عباس واويلا قوم سبع القنطرة حرم عندك حاير والخيام موجرة والخيام موجرة وبغدر الأرجاس واويلا واويلا يا عباس واويلا واويلا يا عباس واويلا خويا ارحم هالدمع جيت حلفك بالضلع صاح قلب المنفجع صاح قلب المنفجع ما ظلت انفاس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک اصل عام ما داریم عند الشك في اصل التكليف قبح قبل بيان رفع ما لا يعلمون. وقت این همه جا میاد عند الشك، گاهی موضوعاً گاهی موضوعاً گیر داره، اصل مثبت و اینا میشه حکماً. شارع فرموده خون اقل از درهم در نماز گیری نداره الا فلان خون فلان خون فلان خون. من کسی اگه شک کرد که این خون از اون استثناست یا مستثنا منه، شک در اصل تکلیف نی، موضوع را نمیتونیم تعیین کنیم چون اصل مثبت میشه. یعنی نمیتونم بگم این خون از اون مستثنا نیست چون شک دارم که از مستثنا منه یا نه، تعارض در هر دو هست. بگم از مستثنا نیست، این اثبات نمیکنه که از مستثنا منه، بس اشکال نداره. اما حکمن من شک دارم در این که مکلف شدم به اجتناب از این خون، مصادمش نه. بله بله تو ذهنم هست. چرا تمسک که با ببینید ما یه وقت گفته اکرم العلماء لا تکرم زیدن، من شک دارم این زیده یا زید نیست، اینجا تمسک به عام میکنم چون محرز این عالمه، شک دارم این زیده یا نه، گیری نداره. اینجا ما نحنفی مثل اونی اما از همون قبیله، شک در تکلیف دارم یا ندارم، موجه به من شده این تکلیف که اجتنب عن هذا الدم. من نمیخوام بگم اینجا ما به خاطر اینکه نمیدونیم این اشکال داره بگیم این خون غیره، موضوع را نمیخوام تعیین کنم چون رفع اعمال علم که اثبات نمیکنه مثبت نمیشه. میخوام عرض کنم نسبت به مرحله حکم شک دارم، شک در اصل تکلیفه، تمسک به عام در شبه مصداقه باید باشه، مثل خارجن عام و این شک کنم این مصداق اون هست یا نیست، از اون قبیل نیست، شکل اصل تکلیفه در مرحله حکم.
بله من نمیخوام تمسک رو به عام کنم، من میخوام ببینم این الان برای من تکلیف آور است وجود این خون در لباس برای نماز از عدمش. حالا یه عده هم همجور فتوا دادن، بله یه عده هم اشکال کردن. تعارض نمی کنه نه، این مؤیدشه، این میگه این دم اشکال نداره چون اقل از درهمه، این مؤیده، اما نه از باب این که من شک دارم این از مستثناس یا مستثنا منه، چون اونجا تعارض اصله اینه در مرحله موضوع. نمیخوام با اصل اثبات کنم که این دم از اون مستثنا نیست که حتی یه نقطش هم اشکال داره، نمیخوام اینو اثبات کنم، میخوام در مرحله حکم چرا نمیتونم لا یعلمون اثبات نمیکنه که این کدوم قسمه. اما میخوام در مرحله حکم نمیدونم چقدر اصل تکلیفه، نمیدونم من مکلف شدم از این دم اجتناب کنم یا نه. بله. چرا اینجا تزاحمه، تزاحم بین مسئله وقت و طهارت مائیه، اگه طهارت مائیه به انجام بده وقت از دست میره، چون اون ضرورته، در ضرورته که من ادرک رکعتا من الوقته، نه در اختیاره. من الان دو تکلیف مصداق دو تکلیف هستم، هر دو رو نمیتونم انجام بدم. به من گفتن تا آبداری وضو بگیر نه تیمم، به من گفتن در وقت نماز بخون نه خارج وقت، اگه ضرورت شد من ادرک. وقت الان متزاحم هست بین وقت و بین طهارت مائیه. فقها در باب چیز، در باب وقت ترجیح میدن، یعنی از نظر علمی تزاحمه، وقتی تزاحم شد اگه محرز شد اهمیت احدهما اونو مقدم میداریم، اگر نمیگیم مخیره. در اینجور مسائل مکرر یه فروعی هست که حالا اگه به ذهنم بیاد بعضیاش فقها عروه مکرر داره که وقت را مقدم میدارن، ولو اینکه طهارت تیمم آخه عند ضرورت، آخه ضرورت نی اینجا، یعنی میتونه با تا این در وقت ببخشید تیمم عند ضرورت است، اما چون وقت مقدمه باید ما بگیم که این با تیمم نماز بخونه که کل وقت رو درک کنه. اما اگر از نظر علمی کسی اشکال که به چه دلیل هم وقت از مستثناست در لا تعاد یعنی اعاده میخواد، هم طهارت، و گرچه تیمم هم طهارتون احد الطهورین، اما احد الطهورین در ضرورت، و باید بگیم تخییره. در همه نماز ظاهرن همینجوره که عرض کردم، اما اگر یه خود بیشتر و کمتر شد این تأمل میخواد ببینیم یه جایش گیر نداره. یا دوران هم بین تعیین تخییر نمیشه؟ از عدم تعیین تضییقه، از عدم میشه حتی دوران هم بین تعیین تخییر در حدیت اگه باشه که بعضی ها گفتن در اینجا اصالت تعیین همونجا در مرحله سبب از عدم میشه.
وقتی ما عمومات داریم بعضی در باب تقلید بعضی شروط رو به دوران بین تعین تخلیل خواستن درست کنن. خود مردم شریف هم خیلی جاها که میبینن اقوات طریقنه از این قاعده رفعیت میکنه. بله قاعده تعمل میکنه همین نظر ندارد. بله دیگر این کشفش بیشتره. بله این کشفش بیشتره که به درد ما نمیخوره. یا باید اگه حکم این حکم الله باید از شارع رسیده باشه صرف کشف بیشتر تعیین نمیاره. بله از باب احتیاط قایمی نداره این احتیاط الزامی عقلی عقل میگه از شما موجود نه عقل در جایی که شارع نگفته باشه این دوال لیونی من عقل یا عام شارع اینجا گفته. بله یه حرفی هست که آیا اصلا من حجته یا نه و من خودم مکرر دیدم تو کتابای خطی عالمای گذشته که شاید بعضی هاشون اسماشون تو بعضی نوشته هم نوشتم مثلا میگن الاصل حجیت الظن الا ما خرج که من که صاحب جواهر تو جواهر میبینید خیلی مردده در این مسئله. در ده ها مورد صاحب جواهر یه جا تمسک که به اصالت حجیت الظن میکنه یه جا اصالت عدم حجیت الظن که قبل شیخ مرحوم وحید بهبهانی و بعد ایشون هم شریف العلماء اینا اصالت عدم حجت الظن را قرص قایم گفتن هم بگه تو تقریراتشون و کتاباشون هست که شیخ هم تکمیل کردن این را که بعد از شیخ اصالت حجت الظنی من ندیدم کسی باشه اما قبل هستن مثلا کتاب رسالت حجت الظن به همین اسم علمای گذشته. چرا؟ چون که میگم بنای عقل هست. وقتی بنای عقل بود ان الله لا یغنی من الحق شیئا را میگن منصرفه به ظنهای ضعیف به چیزهایی که در اصول دین نمیدونم هی این تقیده رو بهش میزنن یا از انصداد شاید یا از انصداد خواهی کسی قائل نیست. یعنی نادر خود مرزای قومی که قائل شده تو بقیم پابند نشده. اما در اعتبار زن در افعال نماز اختلاف بین فقها بله زن نه در رکعات در رکعات مسلمه. این اختلاف در افعال ناشی از کجاست؟ آیا در الحاق و عدم فرق با زن در رکعات از این در اختلاف ناشیه یا در عدم دیگرش خدشه شده؟ نه نه ببینید این اختلاف بخاطر اینه که خط عام ان الله لا یغنی من الحق شیئا وقت استثناء دلیل میخواد در باب افعال چیه تعبیر روایت که روایت و هو یعنی یه تعبیری داره که فقها گفتن یعنی ظن در افعال چیه؟ نه 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 مال قاعده چیزه قاعده تجاوزه. نه خلاصه گفتن این عبارت نه و اسکرم بازم نه اون هم مال قاعده تجاوزه که فرمودن در باب عمل یعنی افعال صلات به وقت رکعات صلات از روایت استفاده شده افعالم همین حکم داره یا نه یک بعضی روایات هست که بعضی فقها گفتن اون افعال را هم میگیرد که من تو ذهنمه که نظر من همین شد که افعال هم همین حکم دارد. از روایات در رکعات گفتن اون میگیرم نه حالا نه یک روایات دیگه است که الان تو ذهنم نیست مراجعه کنید هست مسئله مسئله اینه که آیا اون بعضی روایات ظهور داره حتی در افعال که بعضی فرمودن حرف بدی نیست یا اینکه نه ظهور نداره پس وقت میشه این نظر لای اونی منم حقشه یا فقط رکعات استثناء شده حضرت آقا در مئید و هو یرا یادم من و هو یرا تو روایت سه گفتم و هو یرا یعنی یظن نه یرا یه علم چون اگه علم باشه نه چه علم به وجود چه علم به عدم باشه جای سؤال اصلا نیست. پس رؤیت مراد اینجا
رؤیت ظنیه، یعنی ظن در باب رکعات. عدم الفرق در ظن رکعات نمیشه تسلی داد رو به افعال. از کجا چه میدونیم ما عدم الفرق؟ وقتی دلیل میگه چون روایت داره و هوا یرا که تو فلان رکعته، از کجا میگیم افعاله؟ با اون نمیشه درست کردین را. بله. و دعا اگر معیتی مثلا بدنش، بعضی اعضای بدنش چسب بزده باشد به خاطر درمان اینا، الان این چسب نمیشه کم، اگر از بیکنت اعضای بدنش هم گوشتش هم با این چسب کم نمیشه. اینجا باید رو غسل مثلا جدیدهی داد یا بعضی فرمودن که غسل اینجا غسل ساقطه، چون جبیره نسبت به زنده است. اما مکرر من دیدم تو سابقین، کتب سابقین اصلا مسئله ظاهرا مطرح نشده. نمیدونم چه عجب، با اینکه خب به نتیجه گنباتی از اینکه زنده که بوده چسبی چیزی چسبونده بوده. فقط خود من دیدم در قبلیا، حالا یادم نیام، همین رساله های عملیه مال قبل صاحب عرو، تو عرو مسئله مطرح نیست اصلا ظاهرا. بعضی رساله های قبل صاحب عرو، رساله شیخ زین العابدین، رساله کیه یادم الان نیست، که کتابی که بشه تو اولش اشاره کردم، اینا گفتن که آها جبیره در میت جبیره هست مثل حی به خاطر فهم عدم خصوصیت و نوبت به تیمم نمیرسه. هر حرف بدی نیست، چه خصوصیت داره زنده یا مرده وقتی که به ناس، یعنی فهم. البته خودشون میگه از کجا میفهمی عدم خصوصیت، که خلاصه مورد حیاته نه موضوع حیاته، ظهور در این نداره که موضوع حیاته. اگه شک کردیم باید بگیم موضوع حیاته، اگه یه جایی ما شک کردیم که این مورده یا موضوع، چون قدر متیقن موضوع، یعنی باید بگیم موضوع یعنی نتیجه تول موضوع. اما وقتی که دلیل میگه آدم زنده، وقتی دلیل هم نگفت آدم زنده، سوال شده از آدم زنده که دستش، سرش، نمیدونم برغوس سرش، دستش، پاش برای مسح، صورتش جبیره هست، برو همون جبیره دست تر بکشه، تو دلیل اینو میگه. این ظهور داره در این که جبیره جای غسل خود عضوه، غسل بیمانع، غسل مباشره. وقتی که در میت گفتن غسل بده، اگه ایجاش چسبی هست که نمیشه کندش یا اگه بکننش خون در میاد و نمیشه دیگه غسل داد، یه چیزی میبندن روش که نجس نشه آب غسل و غسلش میدن. فهم عدم خصوصیت و سیره ظاهرن بر همینه، یعنی میشه برداشت کرد که سیره، البته سیره کسی که بگه متصل به زمان معصوم باشه، نه محرز نی همچی سیره ای، گرچه میشه حدس زد این را، چون زمان معصومین 200 سال، 250 سال صلوات الله علیه مجمعین آل جبیره اصلا نبوده. اگه جبیره حتما بوده، اگه جبیره یه حکمی دوش رو کنه لبان، از اونجا میشه استفاده کرد. اما خب حالا ما نمیخوایم ادعا کنیم این سیره متصل به زمان معصومه، یا گاهی عرض شد سیره طریقیت عقلائیه داره و طرق عقلائیه، مگر خود اشارت تزدیق و توسعه کرده باشه. و سیره هم بر همینه، این غسالین اموات، نه حالا حالا مثل قبلی ها غسل میدن، مثل قبلی ها، مثل قبلی ها، این نه از باب استصحاب قهقری، از باب لوکانه هم لبان، یعنی اگر عرض اینجوری دیگه بوده و اینجوری شده بود ظاهر میشد، مثل تمام چیزهای دیگه، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پیغمبر صلی الله علیه و آله همه اصحاب علیه السلام صاد چجور تلفظ میکردن، عین چجور تلفظ میکردن، با چی ما درست میکنیم که همینجوری که حالا میخونن همینجور تلفظ میکردن. لو کان لبان،
یا آقایی وقتی صحبت شد میگو اینجا علم هست، خواه کسی علم نداره چکار کنه، صراط ها چجور بخونه، عین چجور بخونه، لام ها چجور بخونه، فتح و کسر ها چجور بخونه، یعنی با چی؟ همین اصل عقلاییه که عوض نشده. همین یعنی اگه عوض میشد کشف میشد. ایمی نداره، قبول قبول، بله اصل عقلایی هست. خلاصه از اون باب حالا در نسبت به میت که این اواخر یکی از فقها دیدم نمیشه که ناتا جبیره مال مرد است، مال زنده است، نه مال مرده. در مورد اگر جبیره باشه باید تیمم بدن و ساخته مشکلی این حال. یا در بحث تضاهم فرمودید که مرحوم میرزا محتمل الاهمیه رو بله قبول دارم و شاگردشون نپذیرفتن. یعنی بعضی پذیرفتن و همه نپذیرفتن. بله بله. این چه فرقی میکنه احتمال در محتمل الاهمیه یا احتمال در موقعی که آدم احتمال ضرر بده برای صوم یا برای چیزی دیگه؟ در باب احتمال اصل عدمشه همیشه. احتمال یعنی شک، یعنی احراز نیست، یعنی یقین نیست، اصل عدمشه. فقط مرحوم مزدانوانی در محتمل الاهمیه در باب تزاحم و تقدیم احد امام فرمود محتمل الاهمیت واقعا یجب و تقدیمه گفته این برای عقلاست که محرز نیست همچی چیزی. یعنی اشکال اینه که محرز نیست هم چیزی. اما مسئله احتمال ضرر در باب ضرر بالخصوص احتمالش اعتنابش میشه، یعنی در حکم نه در باب ضرر همه قبول دارن که احتمال ضرر رافع حکمه، اما جاهای دیگه قبول ندارن این احتمال را. نسی که نداریم احتمال اقلاییه، اونم اقلاییه. نه در باب ضرر دو تا دلیل داریم که احتمالش حکم خود ضرر داره، حکم علم به ضرر داره. یکی مسئله این است که اگر بنا بشه بگیم محتمل ضرر این حکم رافع حکم نیست، یقع الناس به ضرر کثیرن، چون همیشه علم به ضرر که نیست. یه وجهه که گفتن که بعضی میگه نهانی کیه در این وجه اشکال کرده که حالا یادم شیخ میرزا کی که خلاص هر کسی که در ضرر لا یقعا کثیرن، مجموع مکلفین یقعون به ضرر کثیرن، هر مکلفی تقریب کسای دیگر رو نداره. اگه هر کسی خودش یقعا به ضرر کثیرن بود، آها درست بود که این حرف هم تام نیست. ظاهرن وقتی که یه حکمی اگر بنا شده شارک فرموده لا ضرر، رفع ضرر کرده، اگه بنا به شما بگیم احتمال ضرر رافع حکم نیست، چون لا ضرر ظهور داره در فعلیت الضرر، در احراز الضرر، وقت این اکثر موارد شخص در ضرر میفته و ما میگیم حکم مرتفع نیست ازش. یه جهت برای این. یکی دیگه اصلا محتمل ضرر عرفان ضررون، یعنی کسی که یک فرض کنید آب براش یقین داره ضرر داره، اگر یقین نداره احتمال ضرر میده، این اگه بنابشه وضو بگیره این نوع تحمل ضرره. محتمل ضرره عرفان ضررون، دقیقاً دو قسمه محتمل ضرر و مخلوع ضرر. حالا در هر دو بحث شده، اما به نتیجه ظاهراً تسالم هست که احتمال ضرر رافع حکمه، احتمال جاهای دیگه رافع نیست. در باب صوم بالخصوص چون خوف هست، خوف میگیره احتمال ضرر رو، حتی احتمال نه رند که راجح باشه، احتمال مرجوح وهم، اون را هم شامل میشه در باب صوم. چون کلمه خوف هست، اما جایی دیگه که خوف نیست. عمومات ما داریم لا ضرره، یعنی باید محرز بشه که ضرره تا لا بگیرتش،
لا بیاد سرت، یعنی نبی. ببخشید، بعضی علما تعبیر کردن که شهرت فتوایی در واقع رجمون بالغیبه. و چه دلیلی بر حجیتش داریم؟ شیخ و صاحب کفایه و تمام متأخرین رد کردن، حالا تو رسائل رد کردن، حالا تو مکاسب میگن لو در شهره این قاعده اینطور میشد، حالا ظاهر مثل که در فقه یه چیزی میگن، در اصول چیز دیگه. حالا اینایی که قائل به حجت اونی که نافیه، یعنی یه حجت نیست، نیاز دلیل نداره، اصل به عدم حجیته. ولی اونی که میخواد بگه این حجته باید دلیل داشته باشه، دلیلش آیا این حجیت خبر واحد این مورد رو میگیره یا چه باب؟ عمده دلیلش بلای عقل است. شما در منظورات به بلکه اصلا یک نفرم خلاف نداریم، شهرت قدما هم بوده، تا علامه هدی یک نفرم مخالفت نکرده، ولی عملا خود حضرت عالی هم قائل هستی که مستحب به منظورات به قائل به وجود نشد. نه قبل علامه هم هست، این حرف تام نیست. من فکر میکنم اونی که شهرت که میگم قبل شیخ طائفه هست. ببینید شهرت یک حجت بیشتی که نیست، ظرف شکه، با شک باشه تا بگیم شهرت حجته. اگه محرز شد صد اسکندر که نیست شهرت، مثل خبر ثقه مگه حجت نیست؟ اینقدر ما داریم خبر زراره و محمد و مسلم و فضایل و این ثقات که بهش عمل نمی کنیم. وقتی که از جهاتی مناسبت حکم و موضوع یکیشه، یکیش قرآن داخلی است، یکیش قرآن خارجیه، محرز شد که این شهرت تام نیست، خب ما به شهرت عمل نمی کنیم. فقط شهرت حجتون وقتی که شک داشته باشیم در ظرف بنای عقلا شک نی دیگه، چون طریقیت اطاعت و معصیت باید در زمان معصوم باشه، بنای عقلا که مورد امضای معصوم باشه، یا بنای عقلا در هر عقلا در تمام چیزها، در موضوعات احکام و حتی نسبت به خود احکام. ظواهر به چه دلیل حجته؟ بنای عقلا زمان معصوم استثناء متعقب جمل بوده که میگن ظهور در آخر داره یا ظهور در کل داره. مثلا اینکه اینقدر صدها و صدها مورد تو جواهر و غیر جواهر استناد به ظهور میکنن، به چه دلیل ظهور همه جا حجت؟ اونی که زمان معصوم این بوده، امر ظهور در وجود داشته، نهی ظهور در تحریم داشته، یه چند تا از این قبیل. اگر نه تمام این استظهارهایی که میشه همش متصله به زمان معصوم بوده. بنای اقلا که فرمودین، اگر حجیت اخبار رو از بنای اقلا ببینیم، یعنی این که در واقع همون چیز عرفی میشه، علم عرفی میشه، ولی هر کسی از باب تعبد محض بدونه احکام، تعبد محض اما طریق به احکام، کاشف از احکام، تو میگم یکشم ظواهره، یعنی افاده، چون افاده ظن میکنه از باب بنا اقلا به ظن عمل میکنن، از چه باب؟ اقلا ظواهر رو میگن حجت، حتی اگه ظن هم نباشه. اقلا میگن ظواهر حجته، حتی اگه ظن نباشه، حتی اگه وهم باشه، حتی اگه ظن برخلافش باشه. اینکه عدم حجیتش معلومه که اگر وهم باشه، نه بنای اقلا دلیله، حتی اگر مورد ظن به عدم باشه، ظن چون این الله لا یغنی من الحق شیء، حجیت نداره. حجیت بنا اقلا چیه؟ طریقیت، طریقیت اطاعت و معصیت. شارع فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، چی مصداق اطاعته؟ تعیین نکرده. وقتی که تعیین نکرده، به تقریر معصومین علیهم السلام فرمایشاتشون، عمل معصومین یه چند تا از ظواهر، بله روشن زمان معصوم، اما همه ظواهر اینجور نیست. صلی الله علی محمد. ترضى اختك تنولي بالحراير تبتلي، بالحراير تبتلي، شد جاوب الناس واويلا واويلا يا عباس واويلا واويلا يا عباس واويلا. قوم سبع القنطرة حرم عندك حاير، والخيام موجرة، والخيام موجرة، وبغدر الأرجاس واويلاه.